ارز میکنم خدمت همه شما وقتتون به خیر باشه پر از شادی و سلامتی باشید خوشحالیم با یک برنامه دیگه در خدمتون هستیم از سری برنامه خدا ما رو درک میکند و این شاهکاره این بی نظیره که خدای عظیم خدای بزرگ خدای نیکو ما انسانها رو درک میکنند و خدا شکر برای وجود دکتر املشی عزیز که اینجا هستن و ما استفاده میکنیم در خدمت عزیز ممنون منم با شما هم جهت و همسو میشم و میگم واقعا حقیقت عظیمی است خیلی وقتها ما به دنبال تجربه درک شدن تمام عمرمون دنبال کسی میگردیم که ما رو درک بکنن قافل بله. از این که خدایی که ما رو آفریده در ایسای مسیح بر روی زمین آمده دردها و رنجهای ما رو کشیده بله. کاملاً ما رو درک میکنه و امروز نه فقط ما رو درک میکنه بلکه اگه بدونیم و بخوایم که خودمون رو و زندگیمون رو تسلیم او بکنیم او میخواد که خیلی دردها خیلی فشارها خیلی آسیب ها رو از زندگی ما برداره بله. و اجازه بده که در سلامت روحانی و روانی در کنار هم باشیم بله. خیلی ممنون از شما که اینجا هستیم ما در برنامه های گذشته راجع به موارد خیلی زیادی صحبت کردیم ترس استراب ترد شدگی جفا و خودکشی و خیلی چیزهای دیگه من احساس میکنم که این برنامه یه جورایی انگار ربط داره به همه اون برنامه <laughs> <laughs> یک نتیجه <ای> انگار <laughs> که میخوایم راجع به اعتیاد صحبت بکنم بله, بله. بله. ما در خدمت عزیزت. صحبت راجع به اعتیاد بحث بسیار پیچیده بالای دویست تئوری هست که چطور اعتیاد در افراد شکل میگیره بنابراین اینکه من بتونم دویست تئوری رو در یک دو یا ده ها برنامه جا بدم واقعا غیر قابل انجام هست پس در این برنامه من میخوام به یکی از متداول ترین قابل قبول ترین تئوری های اعتیاد بپردازم که بیشتر افراد باش آشنا هستن حتی در زبان مردم ما در زبان تلویزیون برنامه کشور ما این در واقع تئوری اعتیاد پر الگوی بیماری رو عرض می کنم. پس راجع میخوام یه توضیح بدم چون درک ما از اتفاقی که در مغز و بدن ما میفته زمانی که ما دچار اعتیاد میشیم به ما کمک میکنه که درک بهتر و عمیقتری از بحث اعتیاد پیدا بکنه آه. شاید خیلی وقتا افراد میگن خب اعتیاد بیماریه یعنی چی ما نمیفهمیم چه ارتباطی داره اینو خود ما باز بکنید بلد. هدف ما در این برنامه اینه که این کار رو انجام بدیم ما سراغ مواد مخدر خاصی نخواهیم رفت بلد. چرا که توی معرفی اول... هم نمیکنیم معرفی دفرق. هم نمی‌کنیم <laughs> به کسی هم تشویق نمی‌کنیم <laughs> ساقی هم نمی‌شناسیم ساقی <laughs> <صاغی> خوب <laughs> ساقی خوب آره <laughs> پارک <laughs> <فارك> خوب <laughs> <آه>، اصلا <laughs> ولی در این راستا حرکت می کنیم توی الگوی بیماری توضیحی رو در خصوص اعتیاد بدیم که تقریبا در استفاده بیشتر مواد مخدر و یا نه حتی مواد مخدر بلکه بحث های دیگری مانند بحث قمار حاکم هستش بانده. پس ما به ریشه یابی و اون الگوی مغزی داریم اشاره می کنیم در الگوی بیماری و یه مقدار توضیح رو میخوایم اینجا باز بکنیم شامل بیشتر مواد مخدر اگر نه همش میشه بلد. پس به این شکل میخوایم یه مقدار صحبتمون رو بست بدیم که هر بیننده از هر زمینه اعتیادی که چه خودش چه خانوادهش عزیزش در اون درگیر هست بلد. بتونه از این اطلاعات استفاده آلی فقط یک سوالی داشتم که این بحث ما اعتیاد صرفا راجع به مثلا مواد مخدر یا الکل هست یا اینکه مثلا فکر کنی یکی اعتیاد به گیم یا نه. مثلا نمیدونم خیلی چیزا آره اینم, اینم همه اینها شامل آكی. میشه آلی. چون تاثیر همه اینها البته بذارید اول بگم توی در واقع اون منبری که ما استفاده میکنیم برای تشخیص اختلالات عاطفی و روانی اختلالات مثلا فرض کنید اعتیاد به بازی های کامپیوتری به عنوان یک اختلال شناخته شده نیست ولی اینکه داره مطالعه میشه روش و احتمالا در نسخه جدید این کتاب خیلی میگن که این منبع خواهد بود بله. ولی امروز غیر از مواد مخدری که میشناسن عزیزان بحث قمار رو به عنوان یک اختلال اعتیاد آوری که وابسته به یک ماده مخدر نیست میشناسیم بله. بنابراین میتونیم بعدا در خصوص بازی های کامپیوتری رو بست بدیم بگیم اگر محصی مثل قمار که وابسته به یک ماده مخدر نیست میتونه هنوز اختل... بحث اختلال اعتیاد رو داشته باشه حالا در خصوص بازی های کامپیوتری و حتی خرید کردن برای بعضی ها و بحث های دیگه میشه به بحث اعتیاد در این زمین ها پرداخت در خب <تصحنت> 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 میخوایم راجع به سیستمی در مغز صحبت بکنیم شناخته شده برای علاقه مندان به بحث اعتیاد به نام سیستم پاداش در مغز بذارید من از یک تجربه غیر اعتیاد آور صحبت بکنم که این سیستم پاداش رو توضیح بدم بعد بله. در خصوص اعتیاد این رو تکرار میکنم که بیشتر باز بشه شما چه خوراکی رو بیشتر از خوراکهای دیگه دوست دارید؟ بنده؟ بله شکر <تصفح> از اعتیاد به یک سوال غذایی خیلی آه اگه غذایی مثلا گوشت گوشت خب ببخشید اگه اونایی که گوشت نمیخواد. <applause> گوشت نمیخوا <applause> در <applause> دیگه دیگه نمیشه 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 رو خب ببینید زمانی که شما یه خورشتی رو حالا در قالب ایرانی یا در قالب غذاهای امریکایی غذایی رو میبینید که در اون گوشت هست مغز شما که قبلا گوشت رو در واقع چشیده از طریق زبان و حس های دیگه میدونه که این چقدر برای مغز خوشایند خب این لذتی رو که شما این گوشت رو خوردید بردید در واقع وابسته به سیستم پاداشی هست که سیستم بسیار پیچیده ایه ولی من اگه میخوام خیلی این رو خلاصه کنم و ساده بکنم در ترش در واقع پیام رسانی به نام دوپامین هست بله. زمانی که من این در واقع گوشت رو میخورم دوپامینی که در مغز من هست اون پیام رسان در واقع حالا به شکلهای مختلفی ولی حس بیشتری از اون دوپامین دارم و تجربه بیشتری از اون هورمون یا پیامرسان دوپامین در مغزم دارم بنابراین احساس شعف و شادی و خوشی و لذت بیشتری به من دست مغز من این رو ثبت میکنه در بخش و حافظه و میگه ببین زمانی که تو با این غذای خاص حالا در خصوص شما گوش در این خورشت ها رو برون میشی بلا فاصله شما شروع می‌کنید به تمرکز و توجه کردن زمان بعدی که دوباره بگوش گوش ای این خورشته گوش داره توجه شما رو جلب میکنه اشتهای شما باز میشه و در واقع علاقه من میشید که به سراغ این خوراکه برید نه. این قرار بوده روند طبیعی در مغز ما باشه سیستم پاداش که ما رو تشویق کنه زمانی که ما از یک چیزی لذت میبریم مخصوصاً مخصوصا چیزهایی که برای ما سالمه ما بیشتر سراغ اونا بریم و در سلامت ما ما رو ترغیب بکنه برای مثال زمانی که من با دوستانم وقت میذارم این به من احساس خوبی رو میده این احساس خوب باز از اون سیستم پاداش هست دوپامین مغز من میره بالا من لذت میبرم پس مغز من میگه اگر دفعه دیگه فرصتی پیش اومد که من بتونم با دوستان باشم این تجربه خوشایندی بوده من میخوام برگردم بر. با آنها باشم بر. پس هر وقت که من از یک چیز سالمی لذت میبرم مثل ورزش کردن مثل با خانواده وقت گذاشتن حتی بحث روابط جنسی بحث خوراک ها و غذاهای خوب رو خوردن اینها همه در واقع کارکرد سیستم پاداشه برای اینکه ما رو در اون مسیر سلامت در این چهار چوب ها جلو ببره من یک سوال داشتم تا در سیستم پاداش هستیم. آیا این متفاوته با اون غریزه ای که در ما وجود داره سیستم پاداش مثلا فکر کنید شما در مورد مسائل جنسی گفتید مهم. ما میدونیم یک غریزه ای هست به نام شهوت در وجود انسان مهم. این از ابتدا هست بعدا به وجود اومد اول از سیستم پاداش بود این چطوریه داستانش مهم. پس توی بحث مسائل جنسی که البته ما بعدا به این در دو برنامه دیگه خواهیم پرداخت مهم. یک مقدار از ریشه های گرایش جنسی ما برمیگرده به بحث های هورمونی ما بله. که بعد از دوران بلوغ کشش جنسی در خصوص رابطه جنسی ایجاد میشه قبل از دوران بلوغ ما بحث هویت جنسی رو داریم نه بحث گرایش جنسی رو پس یه مقدارش برمیگرده به این در واقع پیش ساخت های بدن ما در خصوص هورمون هایی که این گرایش رو در ما ایجاد میکنه اما اگر شخصی وارد رابطه جنسی بشه و به دلایل این رابطه جنسی برای او آزار دهنده اذیت کننده و تجربه خوبی نباشه اون موقع شخص مغز شخص به شخص میگه که من زیاد با این تجربه خوشحال نیستم ام. وقتی که شخصی شاید این شرایط برای من ایجاد میشه که این رابطه رو داشته باشم خیلی علاقه بهش نشون نمیدم ممکن از نظر فیزیولوژی توان لذت بردن ازش رو داشته باشم ام. اما به خاطر تجربه تلخی که داشتم و این حافظه من که از اون تجربه در من نقشه ای رو نگه داشته سراغ این دیگه زیاد نخواهم رفت بره. و اونجاست که عامل در واقع گرایش جنسی من برای تکرار روابط جنسی فقط مبنا بر در واقع غریزه جنسی من نیست بلکه مشروط بر تجربه های من هم بره. میتونه باشه پرسش خیلی پیچیده و خوب خواهش میکنم خب، حالا توی بحث اعتیاد ما, د... ما چجوری به این مسئله وارد میشیم ببینید کاری که مواد مخدر مخصوصا حالا بحث قمار رو فعلا کنار بگذاریم یا بازی های کامپیوتری یا خرید کردن و اینها رو کاری که مواد مخدر میکنن اینه که به خاطر توانایی شیمیایی که دارن هر کدوم به شکلهای مختلفی شکلاش فرق میکنه میزان دوپامین در مغز رو بالا میبرن به حدی که بیشتر از میزان طبیعی اونه وقتی که من با دوستان وقت میذارم غذا میخورم رابطه جنسی دارم و مسائلی از این دست پس چه اتفاقی میافته وقتی که من ماده مخدر رو استفاده می کنم احساس می کنم این به من لذت بیشتری رو میده تا تجربه های دیگه زندگی چون از نظر شیمیایی تاثیر خیلی بالاتری رو روی من میگذاره و میزان دوپامین مغز من رو از حد طبیعی خیلی بالاتر میبره پس مغز ناخودآگاه سیستم پاداش مغز که قرار بود من رو در راستای رفتارهای سالمی تشویق بکنه دوست وقت گذاشتن با دوستان غذا خوردن ورزش کردن و اینها حالا میبینه هیچ برابری برای لذت بردن در خصوص مواد مخدر با چیزهای دیگه نیست ما باید بریم سراغ مواد مخدر پس سیستم پاداش تحت تاثیر این تجربه در واقع غیر متعارف شیمیایی به مغز و بدن من دستور میده که ما یواش یواش اولویتمون رو تغییر میدیم و میریم سراغ این چیزی که لذت بخشتره حتی ما توی بحث تواقع تا... ام انتخاب غذایی هم این کارو میکنیم اگه سفره های ایرانی رو وارد بشید که مهمانی میریم یه غذا معمولا نیست معمولا ما عادت داریم چند نوع غذا رو برای مهمانانمون سرو میکنیم بهم. یا پذیرایی میکنیم شما همیشه سراغ کدوم غذا میرید قضایی که ازش لذت بردم لذت بیشتری بردم درسته همین اتفاق در مقام مقایسه بین در مقام مقایسه بین مواد مخدر و تجربه های لذت بخش زندگی من میتونه باشه خب و اینجاست که حالا متاسفانه شخص بدون اینکه متوجه باشه سیستم پاداش او, او رو به سمت اعتیاد میبره به سمت استفاده از این ماده مخدر میبره اما پیامرسان دوپامین فقط کارش ایجاد احساس, احساس لذت نیست یکی از ابعاد کاریش اینه افرادی که دچار اعتیاد میشن در وهله اول شاید اون حس لذت رو میکنن اون حس آرامش عجیب و حس شادی عجیب رو میکنن ولی بعد از یه مدت دیگه گزارششون اون حس لذت نیست بلکه یک حس نیاز یک حس این که من باید بدم سراغ این حالا یه مقدار به خاطر در واقع پیامدهای نداشتن مواد مخدر دردهای بدنی و اینهاست که سراغش میرن ولی در مغز اونها مسئله که وجود داره اینه که من نیاز دارم به این عنصر اعتیاد به این ماده مخدر ام. پس دوپامین نه فقط بحث لذت رو در, بق... در مغز در واقع دستور میده و نشون میده بلکه به مغز میگه حالا چی حالا اگر هم بحث لذت نیست ولی نیاز اول من ایجاد نیاز ماده مخدر بله. به خاطر همین اتفاقی که در افرادی که دچار اعتیاد هستن پیش میاد اینه که مغز اونها به اونها میگه نیاز اول تو خانوادت نیست آه. نیاز اول تو وقت گذاشتن با خانوادت نیست آه. نیاز اول تو حتی غذا خوردن هم نیست نیاز اول تو رسیدن به اون ماده مخدره پس اونجاست که ما میبینیم افرادی که دچار اعتیاد هستن خیلی وقتها خانوادهشون رو ترک میکنن به خانوادهشون رسیدگی نمیکنن وسایلشون رو میفروشن همه چیز زندگیشون رو فدا میکنن نیاز اولیه تغییر پیدا کرده چون اونجا مغزه که در واقع نیاز اولیه خودش رو در اعتیاد میبینه نه در حتی غذا و خوراک و بحث های دیگه و اینجاست که حالا شخص رفته رفته کمتر فعالیت های سالم رو که میتونست بهش کمک بکنه انتخاب میکنه و بیشتر به صورت ناخداگاه و با مغزی که بیمار هست سراغ استفاده از اون مواد مخدر میکنه اینجاست که به نظر من ما راجع در الگوی بیماری راجع به اعتیاد به عنوان یک بیماری صحبت میکنیم چون وقتی میگیم بیماری یعنی یک نقص کار کرد در یک بخشی از بدن اتفاق افتاده بره. یک چیزی که باید کار کنه درست کار نمیکنه در خصوص اعتیاد چیزی که درست کار نمی کنه، در واقع سیستم پاداش مغز هست پس بیماری اعتیاد در واقع مغز رو تحت شعا قرار میده و به همین دلیل چون ارگان مغز تمام بدن رو و تمام تصمیم گیری های ما رو کنترل میکنه شخصی که دچار اعتیاد میشه ناگزیر تمام سیستم فکری تمام بدن او تمام انگیزه های او تمام رفتارهای او در جهت رسیدن به ماده مخدر در اون مسیر حرکت پس این یه <تصفح> جوری هم جور در میاد با صحبتی که شاید خیلی از دکترها کارشناسان میکنن که بعضی از بچه ها به واسطه پدر مادرشون معتاد دنیا میان درسته؟ بله ما یه بحث ژنتیکی بسیار پیچیده رو در خصوص اعتیاد داریم بعضی از آزمایش که کردن روی بعضی از انواع مواد مخدر اومدن موش ها رو مثلا به یک ماده مخدری دوچار کردن اعتیاد کردن اعتیاد باعث شدن که اونا اعتیاد پیدا بکنن بعد نه فقط این تاثیر گذاشت روی بچه های این موش ها و اونها سریعتر در واقع معتاد شدن یا اعتیاد پیدا کردن نسبت به اون ماده مخدر بلکه بچه های بچه های اونها <applause> یعنی تا چند نسل <applause> تا چند نسل از نظر در واقع ژنتیکی و بیولوژی بدن گرایش به مواد مخدر و یا لذت بردن از مواد مخدر شاید بگیم انتقال پیدا کرد بله و اون احساس ارتباطی که شخص با ماده مخدر برقرار میکنه که انگار ذهن او رو آرام میکنه ذهن او رو شاد میکنه اگر پدر و مادرها و حتی پدر و بزرگ، مادر و این ما دوچار ایتیاد بودن اون موقع بحث ژنتیکی باعث میشه که من سریعتر گرایش به اعتیاد پیدا بکنم واسه همین هست که و خیلی وقتها افراد میگن ما هر دومون یه ماده مخدر استفاده کردیم من معتاد نشدم من ارادم بالاتر فلانی معتاد شد نه یه بحثش یه بخشش بحث در واقع همین بحث ژنتیکی هست که تاثیر میگذاره روی اینکه من چقدر به یک ماده مخدری سریعتر اعتیاد پیدا میکنم بله بله حتی مر چیزای دیگه هم باشه بله ولی معمولا چون سیستم در واقع کارکرد هر ماده مخدری فرق میکنه معمولا به اون نوع ماده مخدر این گرایش بیشتر پیدا میشه بله 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 بله, بله،, بله، این خورده اونجا بحث پیچیده میشه بله خب مواد مخدری هستن که سیستم های مشابهی رو تاثیر از نظر تاثیرگذاری گذاری روی مغز دارن خب اونها ممکنه باز باعث بشن که شما گرایش به عنوان بچه یا نوه اون شخص به انواع ماده مخدری که همون کارکرد رو دارن در مغز باز به با اونها هم بیشتر باشه پس ما همچنان ادامه بدیم که یک اعتیاد یک بیماریه بله خب من نگاه من به اعتیاد اینه که اعتیاد رو نمیشه در یک تعریف و در یک الگو جا داد بله. من حداقل اعتیاد رو در هفت الگو جا میدم ولی به خاطر اینکه میگم این بحث پررنگتر بحث اعتیاد در الگوی بیماری بهش پرداخته میشه تو کشور ما هم خیلی پررنگتره حتی توی بحث دوازده قدم هم راجع به اعتیاد امروز به عنوان بیماری نگاه میشه با وجودی که دوازده قدم اصلا ریشه نگاه بیماری نداشت دوازده قدم یا ای یا NA ای عزیزان میرن در واقع از تجربه روحانی کتاب مقدسی بله. دو نفر شکل میگیره که اینا کنار همین رو انجام میدن ولی الگوی بیماری امروز الگوی بسیار شناخته شده ایه و این کمک میکنه تا اون موقع ما تمایزی بین انواع اعتیاد از این نظر که یکی بدتره و یکی بهتره نداشته باشیم مم. وقتی یه کسی حالا جالبه وقتی ما به قمار صحبت میکنیم برای مثال افرادی که گرایش به استفاده به بازی های حالا پرداخت کردن پول و کارت و ورق و حتی ماشین های در واقع بازی و اینها دارن چطور کار میکنه اینها در واقع مغز ما رو تحریک میکنه زمانی که ما جایزه میگیریم حالا این ماشین های بازیه یا کارت ورق بازی میکنیم و برنده میشیم مغز ما اون سیستم پاداشش فعال میشه زمانی که سیستم پاداش فعال میشه میگه این چه حال خوبی بود من جایزه بردم مهم. من یک ثروتی رو به دست آوردم و این به ما چی میگه دوباره برو و بازی بکن دوباره برو مشغول قمار بشو درسته بله. خب شما تا زمان این کار رو انجام میدید که حیث لذته هست ولی در یک جایی میبازید مخصوصا سیستم های در واقع بازی ها و دستگاه ها رو طوری طراحی میکنن که بعد از فرض کنید 50 تا جایزه کوچیک دیگه مثلا تا یه مدتی شاید اصلا جایزه نده و بعد دوباره جایزه های کوچیک بده یعنی باعث میشه که شما هی بازی بکنید و ببازی در نهایت وقتی کلش رو نگاه میکنید چون دارن روی چی حساب میکنن روی اینکه این شخص زمانی که میبره و لذت میبره ادامه خواهد داد بله. بالاخره یه جایی می بازه و ما همه پولی رو که میخواستیم از شخص به دوباره ازش پس میگیریم بله. و اینجاست که افرادی که سراغ قمار میرن در واقع هیچ از اون آزاد نمیشن بله. حالا این بحث قماره حالا شما توی اول صحبتاتون به بحث بازی های کامپیوتری هم اشاره کردید خیلی جالبه امروز و بگم متاسفانه افرادی که بازی های کامپیوتری رو طراحی میکنند مدام در این بازی های کامپیوتری جوایز کوچیک یا در واقع به دست آوردن ابزارهای مختلفی رو طراحی میکنن مثلا بازی هایی که با اسلحه انجام میشه شما ده جور اسلحه میگیرید بله. بعد اینجای اتاق برید مثلا خشاب های این میاد جای دیگه برید گلوله های فلان چیز رو میتونید بله. بردارید وقتی به کلیت نگاه میکنید میبینید توی این بازی در واقع هر یک دقیقه هر سی ثانیه هر دو دقیقه به شما یک لذت کوچیکی رو میده تا اون سیستم پاداش مغزتون رو فعال نگه داره انقدر این کار رو با شما میکنه تا شما سر اون بازی کامپیوتری یه وقت میبینید چهار ساعت پنج ساعت هفت ساعت نشستید آله. و متوجه نشدید چون این سیستم پاداش مدام فعال میشه حالا مشکل چیه اولا که افرادی که به بازی های کامپیوتری به شکل اعتیاد آوری نمیگم اختلال اعتیاد چون هنوز اون بحث رو توی بحث روانشناسی نداریم ولی به شکل آوری رو میارید و بازی میکنید خیلی وقتا افراد به هیچ بخش دیگری از زندگیشون نمیرسن درس اگه بعد تحصیل کنن تحصیل نمیکنن اگه باید کار کنن کار نمیکنن حتی خیلی وقتها متاسفانه اگه باید برن از سرویس های بهداشتی استفاده کنن نمیکنن اگه باید با خانوادهشون صحبت کنند، یه چیزی رو حل کنند نمیرن اونجا و بحثی که اتفاق میفته اینه که نیاز اولیه مغز به خاطر این ترشح بالای دوپامین به صورت هر یک دقیقه 30 باعث میشه که افراد در واقع پای اون بازی برای ساعت ها بشینن بدون اینکه بتونن به کارهای روزانهشون برسن مم. و اونجاست که ما تو بحث اعتیاد یک اختلالی رو داریم که شخص نمیتونه کار کرده سالم زندگی خودش رو داشته باشه نمیتونه به اون امور روزمره ای که باید برسه برسه بله حتی این دیگه الان یکم بیام امروزی تر و راحتتر درکش بکنیم <applause> گوشه های موبایل و <applause> سوشال... شبکه های اجتماعی بله 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 بله. شبکه های اجتماعی هم اینجور به طراحی میشن شما شبکه های اجتماعی که باز میکنید اول به شما نوتیفیکیشن میده یا اون زیر میگه آه. یه سری پیغام یه سری اتفاقاتی افتاده شما میرید سراغ اون رو اونا که میزنید بعد شما رو میبره توی پیج های دیگه ولی این اتفاق هم افتاده میزنید رو اون طوری طراحی شده که اگه اون ویدیویی که نگاه می‌کنید مثلا ویدیو فوتبال شما فوتبال دوست داشته باشید ویدیو فوتبال که نگاه میکنید به محض اینکه میزیرش ویدیوهای فوتبال دیگه رو میاره چون میدونه شما گرایشتون به فوتباله آه. آه. حالا انقدر ویدیوهای فوتبال اون زیر هست که شما تا نیم ساعت یک ساعت دیگه هم سرچ بکنید برید اون تو قشنگ درگیر و اصلا بیرون نمیخواید بیاید بنابراین طراحی اینا به دقت انجام شده تا از طریق تاثیرگذاری رو سیستم پاداش مخص شما رو درگیر بکنید تا شما ساعت ها پای اون پلتفرم ها بنشینید و اونجا دارد. باشید چه کار بکنیم با این وضعیت <laughs> خیلی پرسش سختیه توی <laughs> دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم واقعا فاصله گرفتن از تمام این آله. اتفاقاتی که میتونه به شکلی سیستم پاداش ما رو تحت شعار قرار بده خیلی سخته مثلا ما نمیتونیم به افراد بگیم تلفن نداشته باشید بله. اصلا یا وارد شبکه مجازی نشید اصلا الان شما بخواید یه جای کار بگیرید اگه شبکه مجازی نداشته باشید میگن اصلا شما نمیتونید مدیریت کاری داشته باشید شما با... به اصر نیستید به روز نیستید مم. کارهایی که تو شبکه مجازیتون میکنید دلیل استخدام یا عدم استخدام الان توی بله. حداقل امریکا که ما بله. بنابراین خیلی بحث پیچیده ای اینکه چه کار میشه کرد رو واقعا باید نه فقط در بود شخصی و افراد پاسخ داد بلکه اجتماع باید یه جورایی فرمول های این شبکه های مجازی این بازی های کامپیوتری رو کنترل بکنه بله. که انقدر مغز در واقع انسان ها رو تحت و قرار نده که ما دیگه از فعالیت های روزمره زندگیمون بله. فاصله نگیریم الان تا جایی رسیده که حتی الان خود شبکه اینستاگرام بله. فکر در سال 2022 تا یک ماه دیگه رونمایی میکنه خودشون اومدن این آلارمو گذاشتن که مثلا شما میتونی تعیین کنی که بعد 45 دقیقه خود اپلیکیشن بهتون میگه تو, می تو بسته دیگه یا مم. یا برای پدر مادرها برای طرایی برای بچه‌هاشون بله. خودشون خود فکر کنید بله. اپلیکیشن اومد ببین بله. دیگه چه خبره بله چون افراد از کار زندگیشون که میفتن بعد شکایت میکنن بعد خانواده میگن تراغ اینا نرید و اینا براشون خوب نیست ام. یعنی اینا میانی من فکر نمی کنم این محدودیت ها به خاطر اینکه دلشون به حال کسی میسوزه چون به حال این یه بیزنسه یه کاره اونا از این طریق دارن درامت میکنن ولی امیدوارم به ها دولت ها سیستم ها بیان یه کنترل هایی رو اعمال بکنن یه اجازه های اینجوری رو نذارن افراد ساعت ها پایین بشینن که یه مقدار این مغز ما نفس بکشه یه بحث دیگر هم شاید مطرح کنم قبل مبارد. از اینکه وقتمون تمام بشه و بعد دفعه دیگه این مقدار به بحث کتاب مقدسی این مسئله بپردازیم کنم بحث جالبی است و اونم اینه که من خودم سعی میکنم البته بعضی با من مخالفن نظر شخصی منه مبارد. من از واژه متاد خوشم نمیاد و نمیخوام استفاده کنم مبارد. من هیچ مشکلی ندارم با اینکه بگیم یه کسی بگه من احتیاط دارم من دچار احتیاط بودم هستم خواهم بود اینا هیچ اشکالی نداره زمانی که ما میگیم یک شخصی معتاد تمام هویت او رو در اعتیاد خلاصه میکنه اونجا من با این مسئله مشکل دارم زمانی که ما به شخصی میگیم این شخص دزده یعنی این شخص هیچ بود وجودی غیر از دزدی کردن نداره یعنی ما مهمترین م... آره. م... مهمتر معرفه او میشه دزد خب وقتی شما یک شخصی رو هویتش رو در یک همچین چیزهایی تعریف میکنید چه انتظاری از شخص داریم که مثلا شخص با چه تعریف حرمت نفسی بخواد اعتیاد رو کنار بگذاره میفهمم برای خیلیا کار میکنه چون تفسیر و تحلیلشون از اون بحث معتاد شد بحث هویتی نیست بالد. ولی من ترجیحم اینه که به بحث هویتیش نزدیک نشیم بگیم افراد دچار اعتیاد هستن حالا اگه میخواید الگوی بیماری رو دنبال کنید بگید بیماری اعتیاد الگوی عادت رو دنبال بکنید بگید به عادت اعتیاد دوچارن هر چی که میخواید بگید ولی هویت رو در معتاد بودن به نظر من معرفی نکنیم چون بسیار از این افراد که اعتیاد دارن دارای استعدادهای فوق خوب و عالی بالد. هستن بالد. و ما باید روی نقاط قوت اونا تاکید کنیم به اونا کمک کنیم که حرمت نفس خودشون رو حتی اعتماد به نفس خودشون رو در تواناییاشون به شکل دیگری تعریف بلده. بکنم پس این نظر شخصی منه ترجیح میدم از این واژه دوری کنم میدونم تو گروه های ای ای و ان ای از این استفاده میشه نمیخوام دخالتی در کار عزیزان از اون نظر بکنم دارم فقط میگم به نظر من از بحث هویتی شاید بهتر بگیم دو خیلی ممنون از توضیحاتتون ما در برنامه آینده بلد. ادامه میدیم در مورد اعتیاد خیلی ممنون از شما که بیننده برنامه ما هستید ادامه بدید با ما و با ما همراه باشید تا برنامه آینده خدا نگهدار خیلی ممنون خسته نباشید